تست 225 یه سوال جوندار از مبحث مدارها میگه در مدار زیر اختلاف پتانسیل دو سره مقاومتی که بیشترین توان در آن تلف می شود 12 ولت، اپسیلون میگه چقدره. پس چالش اول تو این سوال اینه که من ببینم کدومه که از این مقاومت ها بیشترین توان رو داره تلف میکنه. اول مدار یه اندکی ساده بکنیم. 36 و 12 با هم موازی هن، معادلشون میشه 9. 9 و 3 با هم میشن سری، معادلشون میشه 12. پس تا اینجای کار مدار من به این شکل در اومد، 36 و 12 با هم موازی 9، 9 با 3 متوالی میشه 12. پس شکل مدار تا اینجا به این ترتیبه. یه شکل براش میکشم این طرف، این مولد، یه مقاومت 12 و 6 با هم موازیان، یه دونه مقاومت 2 با اینا متوالی یا سری. خب من میدونم در مقاومت های موازی تقسیم جریان و مقاومت رابطه عکس دارن با هم دیگه، یعنی اگه من جریان این مقاومت 12 رو بگیرم x، جریان مقاومت 6 به دست میاد 2x. پس بین 6 و 12 جریان و مقاومت رابطه عکس دارن. اگر جریان مقاومت 12 رو x بگیرم، جریان مقاومت 6 میشه 2x و جریان کل به دست میاد 3x. مقاومت ها رو نامگذاری میکنم، R1، R2، اسم اینم R3. من همچنان دنبال اینم که ببینم کدومه که از این مقاومت ها توان بیشتری داره. پی مساوی با R2 میشه P1. بچه R1 دوازدهه، جریانش هم X. 12 ضرب در X2 میشه 12X2. P2 مقاومتش 6ه، جریانش 2X به توان 2 میشه 4X2 میشه 24X2. و P3 مقاومتش 2ه، جریانش هم 3X به توان 2 9X2 میشه 18X2. با توجه به این من میفهمم مقاومت R2 یعنی مقاومت 6 اوهمی بیشترین توان رو داره تلف میکنه. پس تا اینجا داستان من این شد. شکل رو میکشم دوباره، این مقاومت 6، 12، این مقاومت 2، اختلاف پتانسیل این مقاومت 6 که بیشترین توان رو مصرف میکنه برابر بوده با 12 ولت. V2 مساوی با I2 در R2 میذاریم، V2 12، I2 رو نداریم، R2 6، از اینجا I2 به دست میاد 2 آمپر. پس جریان عبوری از این مقاومت 6 اوهمی بوده 2 آمپر، یعنی X من 1 آمپره و جریان کل مدار از اینجا به دست میاد 3 آمپر. خب اما میریم سراغ رابطه اپسیلون. اپسیلون مساویه با I در R ایکوال به اضافه R. بچه مقاومت خارجی مدار من 12 و 6 با هم موازی هن، معادلشون میشه 4، 4 و 2 میشه 6، جریان کل اون از اینجا شد 3 آمپر، 6 به اضافه مقاومت درونی هم 2، 8 ضرب در 3 جواب به دست میاد 24 ولت.